در حالی که چانزنی ها برای توافق روی برقراری آتش در غزه ادامه دارد، قصر سفید می گوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از سران هفت اقتصاد بزرگ جهان یا جی هفت می خواهد تا از مذاکرات آتش حمایت کنند و گروه حماس را برای پذیرفتن طرح آتش تشویق کنند. نشست سی روزه سران جی هفت روز پنجشنبه در ایتالیا آغاز شد. جو بایدن نزدیک به با دو هفته قبل در تلاش برای برقراری آتش بس یک طرح سه ای را ارائه کرد که به گفته وی از سوی اسرائیل پیشنهاد شده است طرحی که سران جی هفت هفته گذشته حمایت خود را از آن اعلام کردند جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز پنجشنبه گمانه‌زنی های را رد کرد که گویا اسرائیل از این طرح به گونه کامل حمایت نمی‌کند حماس نیست از طرح ارائه شده آتش آتشبس استقبال کرده است. ولی خواستار تغییراتی در این طرح شده که به گفته انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برخی از تغییرات پیشنهاد شده قابل اجرا نمی باشد. But in the days ahead. لیکن در روزهای آینده ما با شرکای خود یک جا با قطر و با مصر به تلاش برای رسیدن به یک توافق ادامه می دهیم زیرا می دانیم که این توافق به سود اسرائیلی ها، فلسطینی ها، منطقه و همه جهان می باشد و با گفته یک مقام ارشد حماس تغییرات پیشنهادی این گروه در پیوند به این طرح بسیار زیاد نبوده و شامل خروج کامل اردوی اسرائیل از باریکه غزه می باشد خواسته که اسرائیل با آن مخالفت دارد. اسرائیل پاسخ حماس به طرح آتش بس را رد کامل توصیف کرده است. جنگ در غزه وارد نهمین ماه شده است و به شدگان این باریکه به صبرانه انتظار آتشبس میان اسرائیل و گروه حماس را دارند. از خداوند می که این بار یک توافق میان هر دو طرف صورت گیرد و مشکلات حل شود. در دو ماه گذشته مذاکرات صورت گرفته ولی به نتیجه. امیدواریم که خداوند بر ما رحم کند و هر دو طرف توافق کند دیگر بس است ما می خواهیم که به غذا برگردیم دیگر بس است هیچ چیز در آنجا یعنی غذا باقی نمانده است جنگ کنونی در غذا به دنبال حمله هفتم اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل آغاز شد حمله ای که منجر به کشته شدن یک 1200 نفر در اسرائیل شد و حدود 250 نفر از سوی حماس گروگان گرفته شد. در واکنش، اسرائیل حملات هوایی و زمینی را در غزه تحت کنترل حماس آغاز کرد که به گفته مقام های صحی این باریکه تا کنون منجر به کشته شدن حدود 37 هزار نفر شده است. سید عزیز رحمان صدای امریکا واشنگتن